حکایت دو شخص که در شهر کاشان خربزه فروشی داشتند. آورده اند که در شهر کاشان دو شخص دکان خربزه فروشی داشتند. خربزه می خریدند و می فروختند. یکی از آنان همیشه در دکان بود و یکی در تردد و گردش. و آن شریک که در تردد بود روزی از شریک دیگر پرسید که امروز چیزی فروخته ای؟ گفت نه والا. گفت چیزی خورده ای؟ گفت نه. گفت پس خربزه بزرگی که دیروز نشان کرده ام کجا رفته که حالا معلوم و پیدا نیست؟ و من در فکر آنم که در وقت خوردن آن خربزه رفیق داشته ای و یا نه؟ و این گفتگو را که می کنم می خواهم بدانم که رفیق تو که بوده است. شریک گفت ای مرد، به والله العظیم سوگند که رفیقی نداشته و من آن خربزه را نخوردم. آن مرد به شریکش گفت من کسی را با این کج‌خلقی و تندخویی ندیدم که بهر حرفی از جای در آید و قسم خورد. من کی مضایقه در خوردن خربزه با تو کردم؟ مطلب و غرض آن است می ترسم این خربزه را اگر تنها خورده باشی آسیبی به تو برسد، چرا که آن خربزه بسیار بزرگ بوده. آن رفیق به شریک خود گفت به خدا و رسول و به قرآن و دین و مذهب و ملت قسم که من آن خربزه را نخوردم. بعد آن مرد گفت حالا اینها را که تو میگویی اگر کسی بشنود گمان میکند که من در خوردن خربزه با تو مزایقه داشتم. زینهار ای برادر، از برای این چنین چیز جزئی از جای برایی. اینقدر می خواهم که بگویی تخم آن خربزه چه شد و اگر نه خربزه فدای سر تو، بگذار خورده باشی. آن مرد از شنیدن این گفتگو بیتاب شد و به دنیا و آخرت و به مشرق و به مغرب به عیسی و به موسی قسم خورد که من ابداً آن خربزه را نخوردم. آن مرد گفت این قسم ها را برای کسی بخور که تو را نشناخته باشد. با وجود این من قول تو را قبول و باور دارم که تو آن خربزه را نخورده ای. اما کج‌خلقی تا به این حد خوب نمی باشد. الحاصل
پس از گفتگوی زیاد آن شریک بیچاره گفت: ای برادر، نگاه کن ببین، تو چرا اینقدر بی اعتقادی؟ قسم و سوگندی دیگر نمانده که یاد نمایم، پس از این از من چه میخواهی؟ آن خربزه را با آن مشخصات که میگویی به هر قیمتی که به فروش میرسیده از سهم من کم کن و حساب و کتاب کن. آن مرد گفت: ای یار من، از آن گذشتم و قیمت هم نمیخواهم، بد کردم، اگر من بعد از این مقوله حرف زنم مرد نباشم. میخواهم حالا بدانم که پوست آن خربزه را به اسب دادی یا به یابو و یا اینکه به دور انداختی. آن مرد تاب نیاورد و گریبان خود را پاره پاره کرد و رو به صحرا نمود، با آرزوی این که از شنیدن این حکایت نهایت بهره و استفاده را ببرید و در صورت تمایل دیدگاه و برداشت خردمندانه خود را پیرامون این حکایت با ما و دیگر دوستان علاقمند به اشتراک بگذارید. روز و روزگار بر شما گرامیان خوش.